آبگوشت ظهر عروسی نوش جان مهمانان و خنکای نسیم که از دهلیز کلک ها خانه ها را یک به یک می پیماید، جان و دل مهمانان مشتاق را جلا می دهد. موسیقی در این هنگامه به اوج خود رسیده، همچون آیین عروسی از حنا بردن و حنا بندان و مشاطگری و سرتراشک. مجلس از حس عاشقانه و عاطفه ای افسانه ای سرشار است. لحظات ناب دیدار نزدیک است. عروس نازدانه آبادی یک به یک تسبیح شرمی دخترانه را میگرداند. آنچه از خاطر باقی است در این خانه باید بماند و عروس بر کجاوه خیال چون سیمرغ بلند پرواز مهیای رفتن به خانه مرد خیش است. می رود تا هر دو همدلی و همدمی و همنفسی را با هم آغاز و تجربه کنند، تا ابدی ترین لحظات زندگی بودن و آنک لحظه های خوب زندگی و سرریز عسل عشق و دلتنگی، دوری مادر از سیه چشمان کشمیری عروس، تلاقی دو نگاه، مادرم، نازدان عروسم، جان جهانم، ای زیباترین عروس هستی، به کجا چون این شتابان؟ و دختر چشمی به در مرد خانهش و به فردای مقدر و چشم دیگر به مادر اشک ریزان که نه میکن جکتونو نه نلی که بره. گل آقا می نوازد و زنان اشک ریزان دم می گیرند که از ره باغک می بره، خیدل و سازک می بره و عروس دردانه مادر می خاند که مسوزون دستکتونو نه نلی که بره. و در ادامه این ملودی مادر آواز سر می دهد، همراه با گل آقا نوای بی بی گل عروس را می خواند و نگاهش به در دوخته که ناگهان رخسار بی بی گل عروس آبادی در هیاهوی دود متبرک اسپند چشم زخم ناپدید می شود. تو گویی هنوز از دور دست ها صدا می آید که نه مکن جکتونو نه نلی که بره. و مادر زیر لب زمزمه می کند بی بی گل عروسم خانه نو هجله عروسیت مبارک. و گل آقا همچنان می نوازد از دیروزهای دور تا لحظه های اکنون. بشنوید نه میکن جکتونو نه میکن جکتونو.